همونجوری که میدونین در هفته گذشته 25 نوامبر در شهر لندن کانادا ما رفیق عزیزمون رو شهرام یوسفی رو که بعد از سالها مبارزه جان فرسا با بیماری سرطان از دست دادیم. شهرام یک کمونیست و فعال قدیمی جنبش کارگری بود که از نوجوانی و به طور خستگی ناپذیر علیه جامعه نابرابر سرمایه‌داری و برای یک جامعه آزاد و برابر مبارزه کرد و بعد از ترک ایران در خارج از کشور هم هیچگاه دست از تلاش و فعالیتش برای رهایی طبقه کارگر از نظام نابرابر سرمایه‌داری باز نایستاد و در دوره‌ای هم در کنار حزب کمونیست کارگری بود و با حزب کمونیست کارگری فعالیت می‌کرد. امروز هم مراسم بزرگداشت رفیق عزیزمون و مراسم تدفینش در شهر لندن بوده و به همین اعتبار برخی از ما و دوستانمون در لندن در کنار خانواده شهرام هستن تا یادش رو گرامی بدارن و گرچه ما هم دوست داشتیم در کنار شهرام باشیم به خاطر برنامه امروز به هر صورت موفق نشدیم که در اونجا باشیم. قبل از اینکه وارد بریک بشیم دوست دارم که اینجا چند تا از مهمانان عزیزی که در برنامه امروز در کنار ما هستن به حضورشون اشاره بکنیم. در زمانی که گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در ایران از دادخواهی میگه و در زمانی که منصوره بهکیش در ایران از دادخواهی میگه، مادر ریحانه جباری شعله پاکروان، در اینجا هم ما بسیار خوشحالیم که در کنارمون سعیده رازانی مادر منصور حکمت و بانو مادر حمید تقوایی رو با خودمون داریم و بسیار از این مسئله خوشحالیم. همچنین در زمانی که نمایندگان حزب لیبرال در پارلمان فدرال کانادا دارن تلاش میکنن در همچین موقعیتی که جامعه ایران باهاش دست به گریبانه و اشاره کردم در موقعیتی که مادرانی که عزیزانشون رو از دست دادن در جامعه ایران خواهان دادخواهی و محاکمه سران رژیم اسلامی میشن، برخی از اون نمایندگان در حال تلاش برای بازگشایی سفارت رژیم اسلامی و برقراری رابطه با رژیم اسلامی میشن. ما بسیار خوشحالیم که در کنارمون آقای رضا مریدی، یکی از وزرای ایالت اونتاریو و دولت اونتاریو رو در کنار خودمون داریم. حضور هر سه این عزیزان در برنامه امشب در کنار ما جای بسیار خوشحالیه و با تشکر از حضورتون در برنامه امشب وارد بریک اینجا میشیم. برای نیم ساعت دوستان میتونن چایی و شیرینی هست از خودشون پذیرایی بکنن و بعد از بریک برخی از دوستان میخوان خاطراتی خودشون رو و یا نقشی که حزب کمونیست کارگری در فعالیتشون ایجاد کرد با بقیه شیر بکنن و قسمت بکنن. با تشکراتشون. سلام دوستان رو بابا، وقتتون رو زیاده میگیرم. گفتنی ها گفته شد در جهت رفیق همه دوستان دیگه رو بابای کمیس کارگری شب عراق و دوست عزیزم اسلام شکری و با من دستشون در نکنیم رو بابای کمیس کارگری شب عراق توی حالا هم نیروهای آمریکایی اونجا مسلط هستن، همین که در هر کوچه و بازاری قدم بزنی بوم و نارنجه کن، نمیدونم آیسس و داعش سنی و داعش شیعه مرتب اونجا دارن جامعه را زیر رو میکنن. مرجعت من میخوام به یکی دو نکته از صحبت هایی که تو زندگی خودم تأثیر داشته صحبت کنم. صحبت هایی که اینجا شد، همه ما قبل از که به جنبش کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری به اصطلاح به پیوندیم متعلق به جنبش های دیگری بودیم.
جنبش فدایی، جنبش برجت ضد امپریالیستی گوناگون. بعد اون زمان بازم حمید آقایی گفتش که مسئله زن برابری گرچه قبل از 57 بود ولی زیاد بهش توجه نمیشد. یکی از خاطرات من این بود، در همون زمانی که من تازه دانشگاه را تموم کرده بودم و دبیر ادبیات بودم و فرزندم توی بغلم بود، من و همسرم تو خیابون چهارراه شاهرزاد بلوار کشاورز اومده بودیم که خیابون و 100,000 بیشتر زن اومده بودن و مرد در رابطه با همون شعار معروف آزادی نه شرقیست نه غربیست جهانیست در جواب اون خمینی جلاد که گفته بود آزادی غربیه. اون زمانی که ما اونجا بودیم و شعار تکرار میکردیم بودن افرادی از جنبش های دیگه که بابا نه این تو خیابون، مسئله اصلی امپریالیسم، مسئله اصلی همون خراب و ضد خلق هست. میخوام بگم این نکاتی که در این سوسیالیسم و کمونیسم بود برای ما تاریخ بود. مقولاتی مثل برابری، مثل آزادی و مثل خیلی از مسائل دیگه. دق داریم؟ بخواهیم تموم کنیم. تموم کنیم؟ آکه باشه باشه. تموم کنیم آکه. بخواهم بگم که وقتی که ما به جنبش کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری پیوندیم، مسئله آزادی بیان بدون قید شرط، آزادی برابری زن و مرد بدون قید شرط، نمیدونم مسئله لغو اعدام فوری و حقوق کودکان و خیلی از مسائل دیگه برامون عینی شد و تازه بعدا ما توجه شدیم که این مسائل جزء ارکان اصلی حزب به اصطلاح کمونیست کارگری و ارکان اصلی به اصطلاح کمونیسم هستش. برجت من نکته آخر رو با این تموم میکنم که من در زندگیم 3 بار از مرگ نجات پیدا کردم و زنده موندم، ولی بار آخری که زنده موندم به نظر من زمانی بود که بعد از دیوار برلین بود. خیلی از دوستان و جنبش های دیگه رفتن زیر دیوار برلین، مردن، خودکشی کردن، ولی ما و شما و خیلی از انسان های دیگه که در این حیث هستیم زیر دیوار برلین فرو نرفتیم، از بین نرفتیم و دقیقاً از همون جایی برخاستیم که دیوار برلین فرو ریخت و یک حزب ساختیم که الان داره مطرح میشه و الان دیگه مسئله به قول منصور حکمت داخل و خارج دیوارش فرو ریخته و اون زمان حتی رادیو وجود نداشت. 10-15 سال الان مرتب رابطه بین داخل و خارج یکی شده و به نظر من حزب در ایران وجود داره و خیلی وجود داره و رابطه مستقیم داره و به نظر من این مسئله میتونه یک تأثیری نه تنها در جامعه ایران بلکه در جامعه خاورمیانه و یک بار دیگه نام کمونارت های پاریس را با شعار آزادی، برابری، حکومت کارگری بر سر دنیا بفرارانه و جغرافی های ژئوپلیتیک که خاورمیانه را به اصطلاح تغییر بده. خیلی ممنون دوستان، تبریک میکردم 25 سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران. موفق باشید. دوستان عزیز، هفته دیگه یک شنبه 11 سپتامبر چالش برنامه بعدیش رو برگزار میکنه تحت عنوان روز کوروش، ناسیونالیسم و موقعیت ناسیونالیسم در فردای جامعه ایران. سخنرانان برنامه چالش حمید تقوایی و اسماعیل نوریالا هستن که البته اسماعیل نوریالا از طریق اسکایپ در جلسه خواهد بود و دوستان فرصت خواهند داشت که سوالات و نظراتشون رو هم در ارتباط با خود جلسه با اسماعیل نوریالا مطرح بکنن و ایشون هم میتونن از طریق اسکایپ پاسخ بدن. ما دوست داشتیم که جلسه رو ادامه بدیم ولی با عرض پوزش از سمیر نوری به خاطر اینکه به ما گفتن که امکان این که بیشتر توی سالن باشیم نیست، به همین خاطر نمیتونیم جلسه رو ادامه بدیم.
و بعد نکته بعدی این که خیلی خوشحالیم که سعیده رازانی و بانو در جلسه امروز با ما هستند و از طرف حزب کمونیست کارگری واحد شرق کانادا این گل رو به سعیده عزیز و بانو عزیز تقدیم خواهیم کرد. بار دیگه به همگی خوش آمد میگیم و تشکر میکنیم که در امروز بودیم و سالگرد حزب رو به همگی خوش آمد میگیم. خیلی ممنون، خسته نباشید. Thank you.